به نام خدا. دو حکایت از مثنوی. دوستان عزیزم، امشب در خدمت شماییم با یه حکایت دیگه از مثنوی معنوی. روزی بود و روزگاری، در سرزمینی در همین حوالی پیرزنی 90 ساله میزیست که صورتش زرد و مانند سفره کهنه پر از چین و چروک بود. دندانهایش ریخته بود و قدش مانند کمان خمیده و حواسش از کار افتاده بود. اما با این سستی و پیری میل به شوهر و شهوت در دل داشت و به شکار شوهر علاقه فراوان و تلاش بسیار میکرد تا به مقصود و خواسته خود برسد. روزی از روزها یکی از همسایه ها او را به عروسی دعوت کرد. پیرزن که امید یافتن شوهر در دلش جوانه زده بود، جانی تازه یافت و با وسواس تمام جلوی آینه رفت تا صورت خود را آرایش کند، بلکه دل مردی را بلرزاند و در دام عشق خود اسیر سازد. سرخاب سفیداب را برداشت و بر صورتش مالید، اما از بس صورتش چین و چروک داشت صاف نمی شد. اندک زمانی فکر کرد و سپس برای اینکه چین و چروک ها را صاف کند رفت و قرآن را آورد. سپس نقش های زیبای وسط آیه ها و صفحات قرآن را می برید و بر صورتش می چسباند و روی آن سرخاب می مالید. اما همین که چادر بر سر می گذاشت که برود، نقش ها از صورتش باز می شد و می افتاد. پس چادر از سر باز می کرد و دوباره جلوی آینه می نشست و باز آنها را می چسباند. چندین بار این اتفاق تکرار شد و هر بار پیرزن از نو این کار را تکرار می کرد و باز تذهیب های قرآن از صورتش کنده می شد. دست آخر خسته و بسیار ناراحت گشت و شیطان را لعنت کرد. ناگهان شیطان در آینه پیش روی پیرزن ظاهر شد و گفت: ای فاحشه خشک ناشایست، من که به هیله‌گری مشهور هستم، در تمام عمرم چنین مکری در ذهنم خطور نکرده بود. چرا مرا لعنت می‌کنی؟ تو خودت از صد ابلیس مکارتری. تو ورقهای قرآن را پاره پاره کردی تا صورت زشتت را زیبا کنی، اما این رنگ مصنوعی صورت تو را سرخ و بانشاد نکرد. حضرت مولانا با استفاده از این داستان میگوید: ای مردم دغل کار، تا کی سخنان خدا را به دروغ بر خود میبندید؟ دل خود را صاف کنید تا این سخنان بر دل شما بنشیند و دلهایتان پر از نشاط و زیبایی شود. دوستان عزیزم، برای شنیدن سایر داستان‌های پندآموز و زیبای مثنوی معنوی مولانا میتونید به فهرست پخش این مجموعه سر بزنید. در انتهای ویدیو هم این فهرست پخش رو برای شما قرار دادیم و میتونید به راحتی بهش دسترسی داشته باشید. با ما همراه باشید با حکایت دیگه ای از مثنوی. حکایت باغ خدا، دست خدا، چوب خدا. روزی بود و روزگاری، مردی بود که به جبر اعتقاد داشت و به همین دلیل همگان را اذیت و آزار میرساند. و با این جمله که من از خود اختیاری ندارم و همگی کار خداست، از زیر بار عمل زشتش می گریخت. روزی مرد به باغ خرمایی رسید و قصد کرد مقداری خرما بدون اجازه صاحب باغ از درخت ها بچیند. پس درخت خرمایی انتخاب کرد و به سراغش رفت و آن را به شدت تکان می داد تا اینکه خرماها بر زمین ریختند. مرد مشغول خوردن خرماها شد که از قضا صاحب باغ سر رسید. صاحب باغ با دیدن این صحنه به شدت عصبانی شد و گفت: ای مردک احمق، چه میکنی؟ مرد دزد گفت: چه اشکالی دارد بنده خدا از باغ خدا خرمایی را بخورد و ببرد که خدا به او روزی داده است؟ چرا بر سفره گستره نعمتهای خداوند حسادت میکنی؟ صاحب باغ این حرفها را شنید و به غلامش گفت: آهای غلام، آن طناب را بیاور تا جواب این مردک را بدهم. آنگاه دوز را گرفتند و محکم بر درخت بستند و با چوب بر ساق پا و پشت او زدند. دوز از شدت ضربات فریاد برآورد و گفت: از خدا شرم کن، چرا میزنی؟ الان است که مرا بکشی. صاحب باغ گفت: این بنده خدا با چوب خدا در باغ خدا بر پشت خدا میزند. من اراده ای ندارم، کار خداست. دوز که به جبر اعتقاد داشت گفت: من اعتقاد به جبر را ترک کردم. تو راست میگویی مرد بزرگوار، نزن. تو رو به خدا نزن. بر جهان جبر حاکم نیست، بلکه اختیار حاکم است. اختیار. دوستان عزیزم، از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما بودین بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و کامنت از ما حمایت کنید و با نظراتتون برای ادامه کار به همون انرژی بدید. اگه لذت بردین خوشحال میشیم ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.